افشار چاره کمبار کل خواستم بربار خو مردم همه کلش مجبور است از خاطر از همه استاد میشن سعی کو یک تکسیوانی بر یک نفر چه قصدان میشن همیالی خانه گل جور کردیم که بسیار بدر خانه میچکید خو باز همان کوشش کرم پلستی برش گروتم گلش کرم هیچ گر رام مشکلات ما سخت است چرا خناق هم مشکلات ما را سخت است یعنی تو مشکلات سر ما ماده که با خدا قسم از بر خودکشی است است به نام خداوند توانا سلام هموطنهای عزیز خدا کنه که جور سعادت و سلامت باشین و روزهای خزانی را خوش سپری کنین بازم در خدمت بنده احمد فیصل عاصم بعد از یک مدت خواستیم که دوباره خبر رفیق قدیم ما را بگیریم امیدوار هستیم که خوب باشه و ما فعلا در ساحه چارای قنبر هستیم نزدیکی که در منطقه یا ساحه ای که عزیز ما سلطان عاشق مصروف کاربار است شما در مورد سلطان عاشق مطمئن هستم که میدانین یکی از کسایی که هنرش و استعدادش قابل تعریف است و فعلا بعد از سقوط جمهوریت مصروف موتروانی یا رانندگی شده و خواستیم که یک بار دیگه احوالش بگیریم بپرسیم به خاطر که کم بشه که من اطلاع پیدا کردم سلطان عاشق یک اندازه به مشکلات جدیتر مواجه است و دوستان تقاضا کردن که یک بار دیگه احوالش بگی و بپرس که چطور است مزید زندگیش هست نیست کاربارش میشه نمیشه شما این سوژه را با ما یک جا همراهی کنین و میخواییم که اول برای سلطان عاشق یک زنگ بزنم در این نزدیکا هست دیگه ما اول انانس دادیم که اونا هم بخیر انشالله تا چند لحظه دیگه میرسن یک زنگ بزنم باش که دو شماره داره این شمارهش زنگ میزنم یک گوشگک کم استاد شدیم که همکار عزیز تا متوجه باش خب تلفن مرا قطع کرد فکر میکنم شاید دمی دور پیش باشه نزدیک است اینمی دوست ما شاید باشه اینا نزدیک است نزدیکتر است باش که ما دست بتمش بیا این طرف بیا عزیزم بیا سلام 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 خوب هستین بخیر صحت من آرام بخیر هستی زنده باشی ما خود هم تو برنامه رو شروع کردیم خود تام نزدیک بودی خو دیگه جور هستن شکر بخیر باشی تامی دالمان چند میبری؟ در دالمان کرچه دلت بود بشه هیچ مشکل نیست ما در خدمت شما هستم پا بیده در بس میری یا در باز؟ خیر است که دلت در بس هست که لای نیست ما در خدمت شما هستم چرا که ما به ملت افغانستان خود ما خدمتگار هستم بسیار خب بیا حالا پایان شو که یک دقیقه دیدار تکنیم مترکت سر هست؟ خب خب دوستا ایام سلطان عاشق عاشق از دیگه از عاشقی چیز باقی مانده نمانده نه والا دا پس که شکر شو شکر چه کنم ما با خدا ولی که زندگی ما سخت تا هیتر مشکلات های ما از نان خدا ندارم دیگه از عاشقی ما چه کنم در این شرایط دیگه بسیار خوب این همین موتر سلطان عاشق دوستا ما برش پیش از یک زنگ بزنم گفت امی موترم بسیار تق و پق داره مشکل زیاد است آه علمه تق و پق داره خانم مشکلات است امی دوست ما خیلی میشه که برن قربانتان باش که نمیفهم که استاد کرده بودن حالا مشکل ایجاد نشه ازدام ترافیکی نشه هیچ کب نیست هیچ جا چاره قنبر است بس انشالله یکی با دیگه کس غرض ندارم خب آه نمی مشکلات هست که یک ذره کم غریبی هم آدم غریبی ذات است خب سلطان عاشق مترکت چطور است؟ بسر است نه؟ والا سر است بسر تا گزاره میکنه اینو می تایره شک ذره کم مشکل است که تک و پقش زیاد است مصرفش چطور است؟ روز چند لیتر هم میخوره؟
والا بس صبح که میبرم بس همیقه پیدا میکنم از نان از چای خدا پیدا میکنم همیقه پیدا میشه که زندگی خدا پیش ببره نه والا که دیگه همی قرضه مردم سر ما هست نه مشکلات هست یعنی همی خانه کرایی هست نه مشکلات هست سر ما هست در بس کار میکنی؟ یا چی کار لینی؟ یک روز پر میرم یک روز خالی میام با خدا یعنی بر قسم میخورم یعنی من شما مسلمان هستم که ما 3 دفعه 4 دفعه خالی رفتیم که یک نفرم پیدا نمیشه خب گفتی اگر خرچ خانه را پیدا میکنی بهتر کرای خانه میمونه اگر کرای خانه را پیدا میکنی مصرف موتر میمونه می رقم است ها یعنی می مشکلات است های خیر ببینه یعنی شما وقتا دوستا که همکاری کردن توجه بر داشتن نداشتن والا دیگه چی بگم تالا خو ما ندیدیم نه میگه یکم دوستا سلطان عاشق میگه یک موتره که برام گرفتن حق حلال دیگه برسان ما رو نکردن بازم سلطان عاشق یکم درد دل داره گفته هایش تا جای نه که دوستا حق به جانب است و خاطر که یک جوان بوده که همیشه هم تو خوشخوی بوده حال بسیار پژمرده به نظر میرسه حال واقعا آدم ناراحت میسازه این موضوع خوب است بیا که یک دقیقه خیلی موتر بشینیم و تو قصه کده بریم بچشم بیا سر ما بیرو بارک شده آه مشکل خواستم بیرو بارخو مردم کلش مجبور است از خاطر از همه استاد میشن سعی که یک تکسیوانی بر یک نفر چه قصدان میشن فهمیدی؟ دوستا بیننده باشین ما میریم امروز سلطان عاشق صحبت ها را می داشته باشیم سوژه امروز ما را همراهی کنین از هنر تا تکسیرانی از سلطان عاشق بشنوید مجبور شدم که دستید پشت سر بشینم به خاطر از اینکه اینجا تصویر گرفته نمیشد سلطان جان حال فصل زمستان هم رسیده حال نیاز هم بیشتر است و دوستایی که دست هم دیگر میگیرن همکاری میکنن ده این منفعت من نیست دوستا ده این منفعت هم وطنایم است از مثل سلطان عاشق دوستای دیگه که هست نیاز دارن نیازمند هستن دستشان باید گرفته شوه بسیار فامیلا هستن که تنان خوردن ندارن چوب زمستان خود چی میکنین دوستا امی وقتش است امی موقعش است که من گفتم نه ده این منفعت من نیست دوستا ده این منفعت از مؤسسه یا ارگانی که من هم کار میکنم نیست این منفعت هم ملت ما است مردم ما است که ما ده این خیلی خوش میشیم مطمئن هستم که قلب ها سکون پیدا میکنه آرامش پیدا میکنه وقتی که ما دست یک هموطن خود میگیریم سلطان عاشق آل زمستان هم رسیده بر ما قصه میکنه چقدر کرایه میته سلطان جان سلام بر برنده عزیزم سلام برسه که جور و سلامت باشم که در خارج هستم که داخل افغانستان هستم در جور شما را جور و سلامت داشته باشه نایما سلطان عاشق شاید شما را بشناسین یا نشناسین سلطان جان معرفت تا خدا داری همگی مشناسی سلامت هم گفتی سعیست حالا بیا از گپای دیگه بر ما شریک بساز که خودت چقدر کرایه میتی چقدر مصارف در یک ماه داری و چقدر نیازهای تو برآورده میشه چقدر قصدار یا باقی داری میشه دیگه مشکلات های من میست که این خیریه موسسه یک موتر داده خانیش بعد دیگه مردمان که افکاری کرده خانیشان بعد بسیار خوش آرام است باشن که خیر ببینن قدیمه هم کاری کردن بسیار دشکره از پیششان میگون نمی مشکل است یعنی شما به خدا باور کنین با ما نکنین یعنی زمستان است همیال خانه گل جور کردیم که بسیار بدر خانه میچکید خب بعض من کوشش کردم یک پلاستیک برش گروتم گلش کردم هیچ گر رامش این از زمستان سر ما ماده نه چوب است نه یک مشکلات است یعنی متر مشکلات است سر ما ماده نه چوب است یک نه بخاری است دیگه ما از پیش ملت افغانستان خودم خواهش دارم که قدیمه هم کاری کنن یعنی با خدا قسم شما باور کنه که بسیار زندگیم سخت است یعنی برای ما قیمه هم کاری نمی کنن قدیمه مشکلات مرحل نمی کنن یا کار برای ما پیدا کنه که ما قدیشان کار کنم ما میخوام که کار کنم اولاد خدا بچلنم
دمی مشکلات منظورتون امی است که در تکسیرانی چیز برش نمیشه، حداقل یک جایی باشه که یک ماش ثابت داشته باشه. بله. مثلا چند مثلا؟ یعنی میخواه پیدا شوه که با ما یک 12,000-13,000 بتا با ما که ما کار کنم، اولاده ما با خدا تو باور بکنه سه روز از خانه نبرمان و قسم به خداوند شما من شما کلش مسلمان هستیم که ما هیچ امقلق مینا نبود که ما برشان بتم گریه داشته بود. امروز از مجبوری برامدم، ملت افغانستان ما صدای مرا بشنوه که بسیار ما در درد دل هستم. قایا کس همیتا در درد دل باشه، مشکلات سخت باشه چی میکنه و خواهد من و بد خودکشی خود استاد میکنم. خوینه مجبوری استم ما صبح میبرایم، صبح میبرایم دیگر میایم طرف های 4 بجه 5 بجه خانه میایم. مندب زیلا استم یا 3 ساعت یا 3.5 ساعت یا را ما کرایه خانه را بتون قرض مردم ادا کنم، ما ی خانه را بچلم، مصرف موتر را بکشم، گدام مشکل ما حل کنم. در او برنامه گذشته سلطان جان که ما و خودت مصاحبه داشتیم، بیشتری دوستا پیام داده بودن یا کامنت نوشته کرده بودن که سلطان عاشق مستحق نیست، حالا برش موتر داده شده، برده موتر خود کار کنه، برش دیگه حالا کمک نشن، یا این تو پیام ما گفته بودن. بعض دوستا نظریات شخصیشان هست، برشون نظراتشان احترام قائل میشیم، یعنی کدام ما کدام چی نداریم. میخواستم نظر خودت در این باره بشنوم. برادر این مردم خوب نظر گرفته، مردم این تا مردم است که طرفای 8 بجه طرفای 9 بجه میچه 6 بجه یعنی طرف کر کو که ساعتای 4 بجه 3 بجه میبرن تا صبح کار میکنن، کار خونه میکنن. صحیح است و قبول دارم، خب ما این تا مردم هستیم با خدا باور بکنیم، یعنی زندگی ما سخت است. یک روزی که خودت در تاکسی کار میکنی چند کار میکنی؟ یعنی به قسم شما به ما حق ندارین، از قسم برای شما همه شما مسلمان هست. قسم میفهم 3 ساعت 4 ساعت بلا ما پیدا نمیتن، قسم از دیگه نمیتن. 300 و 400 کدام؟ دل میخواه، این مشکلاتش خراب میشه. یک چند روز پیش همه جا از پیش یک دیگه نفر قرض گرفتم 3,500 موتر مجور کنم، ما چه کنم به این قرضه دیگه را خوبان نیمه ایده ما ایده 2,000 و 2,500 15 ساعت مشکلات های ما سخت هست. چرا خود ناکم مشکلات های ما را سخت هست؟ یعنی تا مشکلات های سر ما ماده که با خدا قسم از بر خود کشست ها دستیم. خدا نکنه او تو وقت ساعت نبیارم. ما شما الحمدلله مسلمان هستیم، از خدا رزق روزی میخواییم، خدای پاک وسیله ساز است، همه گیره خدای پاک رزق روزی حلال نصیب کنه. دوستا سلطان جانم بچه بسیار رفیق است، از وقتی که ما همراهش معرفت پیدا کردیم بسیار یک بچه اما تو دلباز بسیار بچه خوب است. نه که پیشوری من تعریف شنه میکنم، من با واقعیت بچه بسیار گل است و من میفهم که زیادتر هموطنهای ما در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند. اصلا برد میخونم من مردم قدیمه قول میکنم میگه برو دبنگ بر پیسه روان کنم، وجه که میرم با ما ریشخند میزنم. یعنی قسم برات میخورم این مردم خیر از سر ما رو چخان میزنه، این روز سر ما ماده خیر است، مشکل نیست. خو خداوند بگو سزای تنه میده که مرا این قد جگر خون ساختین، ما میرم تیل خود سر مصرف میگنم که ولی امروز با ما طویل شده پایز وجه که میرم سر ما رو چخان زده رئیس. نه دوستا ببینین امی بلاو که یک خست باشه انسان چی میکنه آدم به کرامتش، به عزتش، به حرمتش، به شخصیتش. کل ما بنده های خدا هستیم، هر کس کمی و کاستی خدا داره، اشتباهات خدا داره، خوبی ها و بدی های خدا داره، هیچ انسان کامل نیست و جز دوستای خدا و پیامبرا که ما شما میدانیم حضرت بهترین عالم صلی الله علیه و سلم که مؤمن کامل است دیگه مردای خدا. یعنی بعض انسان ها گاهی وقت کمی و کاستی خدا میداشته باشه. من خودم اگر مثلا خدا در قضاوت قرار بتیم، من خودم یک سره خودم ملامت میکنم، یعنی ملامتی من زیاد از نسبت به سلامتیم. اما باید آدم هموطن خود دید کم نگیره یا تمسخر نکنه خدای نخواسته، یا به خاطر عاجزیش از عاجزیش استفاده نکنه، یا یک مورد دیگه که مثلا بسیار مهم است. خب سلطان جان حالا کدام طرف رونده بودی؟ والا ما همه جب برم از گفتم در شهر برم کم یک 300-200 پیدا کنم که اولاد خود بچلانم. یعنی واقعا این میمانای ما از جلال آباد میه، خیشای ما از خسرخیل ما میه، باور بکن ما از پیششان چشم ندارم. واقعی ما میرم این قیزت ما را میکنم، ما که واقعی هیچ عزتشان را نمیتنم.
هیچ چمه قنادان که ما بر جا یک مرغ بگیرم که ورا تو تا زنگونو که بر جا پخته کنم یک قم میشم. خو خیر است. خب خیر است. امام ادب خدا کل ملت افغانستان ان شاء الله سلطان جان عاشق خدا مهربان است و سلطان عاشق شیرروزی بچه هستی انشالله که بعد از این هم یک مرحله است. انسان از دو حالت میگه در امتحان خدا قرار میگیره، یکی که یک با بار امتحان میباشه، یکی هم با بار از این که گاهی وقت آدم نمیفهمه متوجه نمیشه از پیش آدم بعضی چیزها رو خدا میتونه ناشکری میشه از پیش آدم که در هر چیز خدا آدم باید شکر گذار از جانب حق باشه. ما از پیش همین مردم ملت افغانستان ختمه خواهش دارم که کمک میونه نام خانه تنابات نمیکنه نام خانه تنابات ما این مشکل نرا یعنی مشکل ما است که خیر است ما د پیسه خود تل من د ازون شما سر مری چخان میزنید که برو بانک برو یا برو ارزان که مات برو از پیش ما بابا میگه که چی میگه از پیش زو برو ما میرم بعد سر مری چخان میزنم. خیر است امیر چخان سر ما نزن کمک نمیتانه نام خیر ببینه که میکنه نام خیر ببینه امی کمک که میکنه نام با صداقت بر ما بتن خیر است خدا خیرتان بده. آن قنام میکنین امیرش خان خو سرما نظر که بیا ما تو رو بان خواستم برو پیسہ تحویل کریم برو بگی پس. خب دوستا درد دل سلطان عاشق شنیدین و زیاد مزاحمش نشین به خاطر که شاهدی بره کار کنه. امروز چند کار کردی سلطان عاشق؟ والا راستی بگویم میالی برآمدم با خدا می یک طرف همیت در خورم 100 روپیه کار کردم. حال دیگه خدا مهربان است که تامیشا ما 300 400 پیدا شو. خدا مهربانت. امجا کو خی پایین شو سلطان جان که زیاد مزاحم سلطان نمیشیم که هم در کار غریبی خود باشه. امجا یک دید و دید دیگه هم می داشته باشیم. امروز یک چند لحظه صحبت میکنیم دوستا، شما هم بیننده باشین. خب دوستا پایین شدیم دیگه. سلطان عاشق، سلطان جان خنک نمیخوری؟ والا دیگه نمی مشکل است دیگه، بس پیسہ نیست که کرتی بگیرم دیگه. ما می خوام فایده کنم که اولاد خود سر کنم. ما دا کسی خود نیستم، ما علی با خدا قمریز هستم، یعنی کل بدنم درد داره. خب بعد ما هم مجبوری برام هست چشمکایت معلوم میشه کم ساعت از زنده باشه نمی تو مشکل. خدا مهربان است ان شاء الله، خدای پاک شفای عاجل کامل نصیبت کنه. یگام کرتیگک و یگام چیزکام بپوش نبود بیا که ما از خدا برات بتم سر خیر ببینه. نه خدا میره برات نه خیر ببینه خانه گرمت نمیکنه. ها والله سلطان عاشق دوستاب همیشه که در موردش بگویم یک بسیار کس عزیز دوست داشتنی مهربان، همیشه تاوان کرده فایده کرده بعد از فایده همیشه بعدش تاوان کرده آید کرده باز کت خرچی ها کرده بعد از کت خرچی ها به در اون در فامیل هم خواهد دیگه زندگی همی تو قصار داره. آه نمی مشکلات خواست. خوش شدیم از دیدن سلطان جان و موفق باشید در زندگی و آرزو میکنیم که این جنجالکات حل شود. دوستایی که امکانات خوب دارن فضای خوب دارن میتونن دست هموطنا رو بگیرن. ای که دستت میرسد کاری بکن، خواهمی لحظه کاری بکن. فردا نه، فردا معلوم نیست که ما تو زنده هستیم یا نیستیم، بودیم یا نبودیم. دهی خلایق دهی کائنات یک ذره هم نیستیم. ای که دستت میرسد کاری بکن. مگه چو استاده ای دست افتاده گیر. همیشه ما باید این مصرعای شعر این جملات با آب طلا نوشته نکنیم، با قلم نئی نوشته کنیم، اما عمل کنیم بهش. امیدوار هستم که شما از حرفای ما خدای نخواسته ناراحت نشده باشین. مطمئنم که نشدین. اوقات لحظات خوش سلطان جان، خوش شدم از دیدارت. بازم خوش باشن انشالله. ما انشالله بار دیگه که بیایم بازگله نکنی دیگه. نه انشالله ما هم یک دلجمی برام بته انشالله. برام توکل ما به خدا بیایم. دفعه خدا همیشه مهربان است. مهمی که شکر دست پای ما بیادر فعال است. امی هزار بار شکر. الهی باز هزار بار شکر. خب هموطنان عزیز جهان سپاس از همراهی و سلامندی شما. ده ای هفته ها ما شما سختی ها و مشکلات زیاد را هموطنان های ما سپری کردن دیگه. امیدوار هستم که خبرهای خوب و خوش همیشه در راه باشه برای ملت ما، برای مردم ما، برای مسلمان های جهان. اوقات لحظات خوش. چینل آریانا را سبسکرایب کنید تا دیدار بعد که در خدمت قرار میگیریم. بدرود.
افشار چاره خبر.